با سلام و درود حضور بینندگان محترم برنامه گفتگو، قسمت 19 برنامه گفتگو رو در خدمت شما هستیم. مهمان گرامی این هفته برنامه گفتگو جناب آقای ساسان حبیب‌وند، پژوهشگر و نویسنده خودشناسی هستند. ایشون نویسنده کتاب بندباز و کتاب از رنج تا رهایی هستند. جناب آقای حبیب‌وند، ضمن تشکر از پذیرفتن دعوت تلویزیون دریم رند و حضورتون در این برنامه، خوشحال میشیم درباره پیشینه خودتون با بینندگان ما صحبتی داشته باشید. منم سلام عرض میکنم. قبل از اینکه من هر صحبتی بکنم، میخوام خیلی تشکر بکنم از تلویزیون دریم لنز، دستاندرکاران تلویزیون که محبت کردن و تماس گرفتن و یه جایی تو برنامه باز کردن که من خدمتون برسم و این بحث امروز رو ما در خدمت شما و دوستان عزیز باشیم. باعث افتخار. خواهش میکنم. و به هر حال این گونه حمایت ها به نظر من از کارهای فکری و فرهنگی بسیار هم جاش خالیه توی به اصطلاح کارهای ما و هم بسیار ارزشمنده. من واقعا تشکر میکنم. من ساسان حبیب‌وند هستم، همونطور که فرمودین. در سال 2011 من به استرالیا اومدم، ساکن سیدنی هستم. من پیش از ورود به استرالیا در مقطع لیسانس و فوق لیسانس زبان انگلیسی درس خوندم، فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی یا همون تیچینگ گرفتم از دانشگاه علامه تهران و بعد به استرالیا اومدم. در حال حاضر دانشجوی دکترای سوسیولوژی اند سایکولوژی هستم، سوشال ساینس اند سایکولوژی هستم در دانشگاه UWS سیدنی. و سوالی که داشتیم اینه که در ارتباط با این دو کتاب واقعا مفیدتون، چون من خودم هم از خواننده های کتاب شما هستم، بسیار پند آموز به زبان خیلی ساده، میخواستم خیلی از دوستان اینو بپرسن که ما چطوری میتونیم این کتاب رو سفارش بدیم و دریافت کنیم. یه راهنمایی داشته باشیم بینندگان عزیز. بله، میخواد من اول توضیح بدم که کتابا، توضیح مختصر بدم چی هست؟ بله خواهش میکنم، بفرمایید. مرسی. دو کتاب بنده نوشتم، همونطور که میبینید به اسم بندباز و از رنج تا رهایی، که هر دو حول محور خودشناسی هست. البته حالا بحث خواهیم کرد و من خدمتتون خواهم گفت که خودشناسی دامنه گسترده‌ای داره و شامل فلسفه و روانشناسی هم میشه، ولی به هر حال اسم این مجموعه رو میشه خودشناسی گذاشت. کتاب بندباز یک رمان هست که در قالب رمان، در قالب یک داستان ساده، سعی میکنه که به برخی از مهمترین سوالات انسان و بنیادی ترین سوالاتی که برای یک انسان جستجوگر حقیقت مطرح میشه جواب بده. و قالب کتاب هم تو که عرض کردم داستان هست، رمان هست، ولی محتوای کتاب محتوای فلسفی و روانشناختی داره و کتاب یه سبکی داره که تقریبا میشه گفت یه چیز همه کس فهمه، سبک سهل و ممتنعی داره. درست. که هم یک خواننده خیلی خیلی عادی میتونه متوجه بشه و هم یک کسی که تو بحث فلسفه و روانشناسی و خودشناسی کار کرده باشه میتونه از لایه‌های عمیق‌تر کتاب برداشت خودش رو بکنه. زمانی که ما این کتاب، حالا من در مورد کتاب بعداً بیشتر توضیح خواهم داد، ولی کتاب از رنج تا رهایی رو هم توضیح بدم خدمتتون، در حین نوشتن کتاب بندباز سوالات بسیار زیادی پیش اومد، هم توی ذهن خودم هم از سوی بسیار از دوستانی که حالا دست نوشته ها رو میخوندن و زحمت کشیدن کمک کردن و تو گفتگوهایی که داشتیم، نشست ها، جلسات که داشتیم، سوالات زیادی پیش می اومد و من احساس کردم که ضروری هست که به این سوالات پاسخ داده بشه تا رفع ابهام بشه از این مدرسه. یعنی در اصل دلیلی که کتاب از رنج تا رهایی نوشته شد اینه؟ بله، عمدتاً سوالاتی هست که وقتی خواننده کتاب بندباز رو میخونه براش پیش میاد. منتها من سعی کردم کتاب‌ها به گونه‌ای باشه که حتی اگر خواننده یکی از کتاب‌ها رو نخوند، درست، کتاب دیگر رو کاملاً به طور مستقل متوجه میشه. ولی توصیه شخص من اینه که تو کتاب با هم خونده بشه و باز توصیه من اینه که بندباز رو اول بخونم و از رنج تا رهایی رو. در ارتباط با اینکه فهمیدین که متفاوته، دقیقاً همینطور، چون من خودم از رنج تا رهایی رو شروع کردم، بسیار کتاب مفیدی بود، بسیار سوالایی که خودم همیشه تو ذهن خودم بود و توش پیدا کردم و حتما بعد از این سراغ بندباز میرم. و اینکه
فکر نمی‌کنم با یک بار بشه از این کتاب گذشت که باید حتما بیشتر از دو بار حتی اگه آدم بخونه به لایه‌های عمیق‌ترش پی ببره. یه سوال دیگه ای که مطرح هست این که آیا به زبان‌های دیگری هم شما این کتابو ترجمه کردین یا اینکه فقط فعلا همین؟ بله، عرض کنم که نوشتن کتابا فوق‌العاده کار وقت‌گیری بوده. نزدیک به 4 سال، 3 سال و نیم من کتابا رو در حال نگارشش بودم، یعنی این کتابا رو قبل از حتی اومدن به استرالیا شروع کردم، استارت زدم. ولی به همین دلیل، منظورم اینه که به همین دلیل خیلی حجم کار زیاد بوده، ویرایش حدود 500 صفحه کتاب با توجه به وسواس شخصی که من دارم خیلی طول کشید. ولی خوشبختانه استارت این کار زدم و الان از کتاب بندباز شروع کردم. در حدود نصف کتاب بندباز به انگلیسی برگردونده شده. بسیاری. آره، البته این ترجمه صرف نیست، بیشتر بازنویسی کتاب به زبان انگلیسی هست. به این دلیل که کتاب رو شما اگر صرفا سطح به سطح به انگلیسی ترجمه بکنین، خیلی شاید با فرهنگ انگلیسی ها و انگلیسی خوان ها قابل هضم باشه. بله، این مقدار تغییر. و یه سوال دیگه که پیش میاد این که چطور شد شما تصمیم گرفتین که این کتاب رو به تحریر در بیارید؟ بله، عرض کنم که خیلی از دوستان رو تمیز سوال میپرسن، مرسی که مطرح کردین، مخصوصا با توجهی که خب از من تصویر اینو دارن که من معلم زبان هستم، درست. کار زبان میکنم، گرچه من مقالاتی در زمینی زبانشناسی اینا هم نوشتم، ولی به هر حال این سوال رو میپرسن. این برمیگرده به دوران کودکی شاید، یعنی من از کودکی علاقه خاصی داشتم به یک سری سوالات فلسفی و بنیادین زندگی، مثل اینکه ما چرا زندگی میکنیم، مثلا چرا به دنیا اومدیم، و بعدش اینکه خب حالا که ما توی دنیا هستیم، بهترین شکلی که ما میتونیم از این عمر و از این استعدادمون، از این فرصتی که در اختیارمون هست استفاده بکنیم چی هست، چطور میشه به بهترین شکلی زندگی کرد در حیات، و بعد اینکه موانع این رشد چیه، موانع این شادمانی چیه، چه چیزهایی میتونه این شکوفایی رو مختل بکنه. یه جورهایی من اسمشو گذاشتم آسیب شناسی شادمانی. اینها برای من همیشه سوال بود، و خب از طرفی وقتی داستان زندگی انسانهای بزرگ، دانشمندان، فلاسفه و عرفا رو مخصوصا میخوندم، برام خیلی جالب بود شخصیت این آدمها، متانت و به اصطلاح استقامتی که در وجود اینها هست، چگونه هست که یک انسان با وجود اینکه تو زندگیش ممکنه طوفان‌هایی رخ بده، ولی همچنان آرامش خودش رو حفظ میکنه. دوست داشتم گوهر این رو من کشف بکنم، و این آتش در حقیقت من رو به سمت مطالعه تو زمینه فلسفه، روانشناسی، عرفان و خودشناسی کشون. و من نزدیک به 20 سال اگه بخوام فقط خود مطالعاتی رو که به صورت رسمی در حقیقت، یعنی خودآگاهانه میدونستم که این خودشناسیه، بگم حدود 20 سال من توی این زمینه خوندم و نوشتم و نوت‌برداری کردم اینا، که حاصلش شد این کتابی که شد. بسیار عالی. یه سوالی که خیلی برای خود من پیش میاد، چون من خودم همیشه کتاب خوندن جزی از زندگیم بوده و واقعا علاقه دارم، این که خیلی از دوستان هستن که آدم دوست داره باهاشون در ارتباط با کتابی که خونده صحبت کنه، یا اگه اونا کتابی رو خوندن بهش معرفی کنن، ولی متاسفانه خیلی معدود هستن افرادی که علاقه به کتاب خوندن داشته باشن. به نظر شما چرا انسان‌ها میتونن بگم که انگار از کتاب گریزان شدن؟ حالا درسته مشغله هایی هست، مسائلی هست، کار هست، همه اینها هست، ولی میخواستم نظر شخصی شما رو در این مورد ببینم. والا حقیقتش این سوالی که بعد از خودتون بپرسین که چرا کتاب نمیخونن و علاقه ندارن، ولی خب منم میتونم حدس بزنم در حقیقت، چون من خودم کتاب دوست دارم و عاشق کتاب هستم، نمیتونم باشون خیلی احساس همدردی بکنم، درکشون کنم. ولی من فکر میکنم که خیلی ساده اگه بخوام به این سوال جواب بدیم، ببینید ما دنبال چه چیزی میریم تو زندگی؟ دنبال چیزی میریم که ضرورتش رو حس بکنیم، دنبال چیزی میریم که آتشش رو پیدا بکنیم، و دنبال چیزی میریم که ازش لذت ببریم. ببینید اگر من از کتاب خوندن لذت ببرم قطعا میخونم. اگر من سوالی داشته باشم که واقعا برام مطرح باشه، و به قول مولانا آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست، اگر من واقعا تشنگی داشته باشم اون آب میجوشه، و اون آب رو تو کتاب میتونم پیدا بکنم، یعنی اون دانشی رو که من دنبالش هستم، شناختی که هستم، میتونم تو کتاب 100% پیدا بکنم. پس علت این که ما نمیخونیم خیلی همون اینه که نمیدونیم دقیقا کتاب چی هست، احتمالا چقدر لذت بخشه و چقدر آموزنده است. چقدر آموزنده است و چقدر زحمت کشیده شده برای تحریر در اومدنش. بله. و چقدر علم و آگاهی پشت این نویسنده بوده که تونسته این
به قول شما 20 سال پژوهش داشتین، 20 سال زحمت کشیدین تا بتونین چکیده و اساره اون علمتون رو با بقیه به اشتراک بذارین. واقعا باید حمایت بشه، چون که من خودم به شخصه خیلی ازش درسای مفیدی گرفتم. لطفاً شما. من می‌خواستم یک جمله اضافه بکنم. من همیشه در مورد کتاب میگم که مخصوصا به کسانی که حالا نمی‌خونن که می‌خوام تشبیه کنم، میگم ببین تو خیال کن ما دو تا دنیا داریم. یک دنیایی که داری توش زندگی می‌کنی، یک دنیای دیگه دنیای کتابه. دقیقا. یعنی شما کتاب رو که دست می‌گیرین دریچه‌ای باز میشه برای ورود شما به یک جهان دیگه که عظمت اون جهان بی‌پایانه. آره بی‌پایانه، شاید پهلو می‌زنه به عظمت جهان فیزیکی که داری توش زندگی می‌کنی. بنابراین این محروم کردن خود از کتاب واقعاً فکر نمی‌کنم درست باشه. واقعاً امیدوارم که دوستان عزیزم یه خورده یه تعمقی بکنن، یه فکری بکنن، ببینن که حتی اگه شبی یه خط کتاب بخونیم، نهایتا آخر سال ما چند تا کتاب خوندیم و چه چیزایی، چه آموزه‌های جدیدی به دانسته‌های خودمون اضافه کردیم. یه سوال دیگه که ذهن منو خیلی درگیر کرده و شاید سوال خیلی از بینندگان دیگه هم باشه اینه که خودشناسی اصلاً یعنی چی و چی هستش خودشناسی؟ بله سوال بسیار خوبیه، شاید جزو اساسی ترین سوال ها باشه که خودشناسی چی هست. من برای که به این سوال جواب بدم باید این مقدمه کوتاهی خدمتون بگم که البته اینو من در کتابم آوردم. خودشناسی تا جایی که بنده اطلاع دارم در هیچ به اصطلاح مرکز آکادمیک، دانشگاه یا هیچ جایی به اون شکل تدریس نمیشه و بیشتر یه بحث که بحثی که تو کتاب ها هست، تو کتاب های خودشناسی و اینا، و بنابراین هیچ گونه شاید اجماع خاصی در مورد مفهوم خودشناسی یا تعریف خودشناسی وجود نداشته باشه به اون صورت، و هر کسی خودشناسی رو خب از دید خودش ممکنه تعریف بکنه و تعریف هم کردن. و ولی خب پس تعریفی که من خدمتتون میدم بیشتر اون چیزیه که مد نظر من هست، من فکر میکنم که خودشناسی چنینه. به عقیده من خودشناسی تلاش انسان هست برای یافتن فلسفه زندگی، برای یافتن پاسخ به اساسی ترین سوالات زندگی، به این معنی که سوالاتی مثل این که من کی هستم، چرا زندگی میکنم، اساسا چرا من زندگی میکنم و چه امکاناتی دارم، در این عمر کوتاهی که دارم بهترین روش برای استفاده از این امکاناتی که دارم چی هست و چگونه به بهترین شکلی میتونم از عمرم، از سرمایه هام استفاده بکنم، زندگی شادی داشته باشم. این جزء بنیادی ترین سوالاتی هست که زمانی که شما تلاش میکنید به اینها پاسخ بدید در حقیقت گام به وادی خودشناسی گذاشتید. حالا در ادامه بحث مطمئنم که مطالب بیشتری پیش خواهد اومد و من باز خدمتتون. حالا یه سوال دیگه که داشتم در مورد این بود که توی کتابتون هم شما اشاره کرده بودی در مورد خودشناسی خردگرا. بله. چه تفاوتی داره با خودشناسی چیزهای های دیگه؟ بله. عرض کنم که خودشناسی، من این خودم ترجیح دادم این اسم رو بذارم، خودشناسی خردگرا، روی کار خودم در حقیقت. به این دلیل که من فکر میکنم که خرد و عقل و اندیشه محکمترین ریسمانی هست که انسان میتونه برای یافتن حقیقت بهش چنگ بزنه. ادعا شده و میشه که راه‌های دیگه‌ای هم برای کشف حقیقت وجود داره، مثلا بهش میگن کشف شهود یا فرض بفرمایید که راه احساس یا چیزهای دیگه. من نمی‌خوام اینها رو انکار بکنم. اصولا در خودشناسی یک به اصطلاح شیوه خیلی ملایم هست، شیوه‌ای نیست که سر جنگ با کسی داشته باشه، ولی من نمی‌خوام اینها رو انکار بکنم. من می‌خوام بگم که به عقیده من اون چیزی که بشر همه انسان‌ها رو میتونه قانع بکنه، متقاعد بکنه و به یک صلح فکری برسونه که خب صلح اخلاقی و رفتاری هم طبعا از دلش بیرون میاد، خرد و عقل و منطقه. بنابراین من خودم سعی کردم همیشه پاسخ و سوالاتی رو که دنبالشون میگردم بر اساس عقل و منطق پیدا بکنم و تا جواب سوالی عقلا کاملا برای من اقناع کننده نباشه اون جواب رو من نمیپذیرم و تحقیق بیشتر میکنم، و تا قانع کننده نباشه تو کتابم نمیارمش و به کسی هم نمیگمش. یعنی ما سعی کردیم به جای تئوری پردازی، به جای شعارگرایی، به جای رفتن به دنبال چیزهایی که اعتماد کافی بهشون نیست،
مثلا احساس یه چیزه، نه که ما احساس رو انکار میکنیم، ولی احساس هرگز تیغ برایی به برایی عقل و منطق نیست، چون احساس دقیقه به دقیقه تغییر میکنه. بنابراین من سعی کردم همیشه بر اساس عقل و خرد و منطق قانع کننده راه خودم رو باز کنم، و در نتیجه اسم این شیوه رو هم خودشناسی خردگرا گذاشتم. حالا یه سوال دیگه که پیش میاد که اهمیت خودشناسی در زندگی افراد به چه صورتی شما رو تعریف میکنید؟ اهمیت خودشناسی، بله اینم سوال خیلی جالبیه. خدمتتون عرض کنم که من برای که این نکته رو، یعنی جواب این سوال رو بدم، باید یه مقدمه بگم. ببخشید ما از مقدمه ها مجبوریم زیاد بگیم. یک دلیلش هم اینه که این بحث یه مقدار جنبه تازه داره، جدید داره، و لازمش این هست که یه مقدار مقدماتی گفته بشه تا مطلب آمادگی به اصطلاح بیان کردن پیدا بکنه. ببینید، با همه ما در یک محیط فرهنگی و اجتماعی به خصوصی متولد میشیم و رشد میکنیم. در محیط رشد ما فرهنگ و سنت و آداب و رسوم و شیوه های خاصی وجود داره و رایج هست و مردم به اونها اهمیت میدن و در موردش صحبت میشه و محیط اونها رو تبلیغ میکنه. من دارم خیلی سعی میکنم خلاصه رو به خدمتتون بگم، شرحش در کتاب هست. ما در این محیط بزرگ میشیم، رشد میکنیم، و خواه ناخواه و به صورت کم و بیش ناخودآگاه این ارزش ها و این باورهایی رو که در محیط ما تبلیغ میشه جذب میکنیم. و زمانی که بزرگ میشیم، به یه سنی میرسیم، حالا 15 سال، 20 سال، 25 سال، به یک سنی میرسیم، این باورها جزو دیدگاه ما میشه، جزو جهانبینی ما میشه، و بعد روی احساسات ما تأثیر میذاره، روی قضاوتهای ما تأثیر میذاره. به این پس به زبان دیگه میشه گفت که ما به رنگ محیط خودمون در میایم، و این همرنگی با محیط باعث میشه که ما خیلی وقتها استقلال فکری خودمون از دست بدیم. یعنی ما به نوعی اسیر در زندانی از باورها و آموزه های محیط خودمون محبوسیم، و این زندان رو با خودمون جابجا میکنیم. نمیدونم مثلا بدون اینکه متوجه این زندان باشیم. نکته دقیقاً همینه که ما متاسفانه متوجه نمیشیم که این زندان در وجود ما هست، و تا آخر عمرم ممکنه باشه زندگی بکنیم و رنج های اون رو هم تحمل بکنیم. حالا من در مورد رنج هاشم یه توضیح کوتاهی بدم خدمتتون. ببینید، زمانی که شما باورهایی از خارج به شما القا میشه، چند تا اتفاق میفته. یکی این که شما خواه ناخواه احساس تحمیل میکنید، احساس اسارت میکنید. شما دیدید خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم، خیلی از آداب و رسومی که به درست یا غلط، من با اونش زیاد کاری ندارم، ولی خیلی از آداب و رسوم و شیوه هایی که ما داریم یه جوری معذبیم و درست بهش عادت کردیم، ولی خب واقعیت اینه که وقتی میشینیم با خودمون فکر میکنیم، میگیم من معذبم، کاش این نبود، میتونستم خیلی راحت مثلا این کارو انجام ندم، اصلا چون اصلا علاقه بهش ندارم و علتش هم نمیدونم چیه، چرا من باید این کارو بکنم. ولی به خاطر اون الگو برداری که شده و اون شیوهی که بزرگ شدیم و جامعه به ما تحمیل کرده، ناچار میبینید خودتون رو که اون کار رو انجام بدید، به اون شیوه گردن بذارید، و این احساس تحمیل و اسارت به انسان. مشکل دیگه ای که وجود داره اینه که وقتی که اتوریته های اجتماعی، یعنی فرهنگ، نمیدونم سنت، حرف مردم که حالا توی فرهنگ ما متأسفانه خیلی مسئله است، و حالا دین یا هر چیزی که هست تو محیط، هر چیزی که اسارت میاره، بله، اینایی که بالای سر شما وایسادن و به شما میگن که، البته من نمیخوام بگم که، تو پرانتز نمیخوام بگم که مثلا دین یا سنت اینا چیز خوبیه یا چیز بدیه، اصلا بحث من نیست. منظور من پذیرش کورکورانه پدیده هاست، اینه که غلطه. وقتی شما احساس میکنید که این اتوریته ها بالای سر شما وایسادن و چپ و راست میرید، هر طرف که میرید، اینها شما رو کنترل میکنن، معنیش این هست که شما احساس اسارت میکنید و ناخودآگاه این احساس تحمیل رو تو وجودتون یدک میکشید. یک نکته خیلی مهمی که هست، ممکن شما بپرسید که خب چرا داد کسی در نمیاد؟ من میخوام بگم دادشون در میاد و نمیاد. در میاد به این معنی که خب پس این خشم از چیه؟ این پرخاشگری از چیه؟ این نفرتی که تو خیلی از متاسفانه ماها هست از چیه؟ اینها همون خشم پنهانی که در نتیجه تحمیل روی روان ما سنگینی میکنه. نکته دیگه میخوام بگم نیست به این معنی که ما با این دردها یه جورای خو کردیم، کرخت شدیم، وابستگی پیدا کردیم. آره دقیقاً، یعنی ما توی یک
مجموعه بیماری از یک سری بدبستانهای ارزشی نادرست گیر افتادیم و همینجا بزرگ شدیم، مثل پروانه که توی تارنکبود دنیا اومده اصلا و بزرگ شده. بله. این ممکنه هیچ وقت متوجه اسارتش نشه، ولی همیشه در پس ذهنش اون قربتی رو که احساس میکنه دور افتاده از باغ پرگل و آزاد احساس میکنه. این بحث اسارتی هست که در نتیجه تحمیل به ما وارد میشه. بله، یک مسئله دیگه که هست، ما احساس گمگشتگی میکنیم، احساس میکنیم که نمیدونیم درست چیه نادرست چیه، نمیدونیم برای چی داریم زندگی میکنیم، یعنی سوالات مهم زندگیمون رو جوابش رو نمیدونیم. این گمگشتگی برای ما احساس تردید ایجاد میکنه، احساس شک ایجاد میکنه. شما اگه دقت بکنید، ما خیلی همون خیلی نسبت به قضاوتی که در موردمون میشه خیلی اهمیت میدیم، خیلی تردید داریم نسبت به اینکه این کارم درسته یا غلطه، تردید داریم نسبت به اینکه حالا این کاری که حالا اصلا من آدم خوبی هستم یا نه، آیا من ارزشمند هستم یا نه، همیشه دنبال تایید از اطراف، تایید از دیگران بگیریم و این باز وابستگی ایجاد میکنه. من فکر کنم یه دلیلش اینه که خودمون رو باور نداریم. 100% همینطوریه. اون وقتی که ما توی محیطی بزرگ بشیم که همه چیز رو از کودکی برای ما تعیین بکنن، یعنی یه جور دیکتاتوری فرهنگی حکم فرما باشه، این اتفاق میفته طبعا. ما خودمون رو قبول نداریم و مجبوریم همش چشم به دهن دیگران داشته باشیم. بله، و این هم برای ما اضطراب ایجاد میکنه، چون مطمئنم که از سوالای شما احتمالاً در مورد اضطراب خواهد بود. اضطراب، ببینید، زمانی که سررشته شادمانی من در دست شما باشه، این برای من اضطراب میاره، برای که خوشحالی من رو شما کنترل میکنید. وقتی شما شادمانی من رو کنترل میکنید، میتونید هر لحظه که میخواید دکمه رو بزنید و منو غمگین کنید، قطع کنید رگ شاهرگ حیاتی احساس من رو، و شما در حقیقت سرنخ شادمانی من که اساس خوشبختی من رو تشکیل میده در دست این و اونه. و توجه کنم که فقط شما نیستیم، هزاران نفر هستن، هر کس ممکنه یه دلمه رو بزنه من رو به یه طرف ببره. تمام اینها مشکلات ناشی از این تحمیلات محیطه که من کل این مشکلات رو زیر عنوان خودباختگی خلاصه میکنم. یعنی ما خودمون رو باختیم، ارزش خودمون رو قبول نداریم و وحشت داریم از اینکه واقعا من خوب هستم یا نه، و این برای ما یه کابوسی که همیشه با خودمون همراه هم داریم. حالا میتونم جواب سوالتون رو بدم که خودشناسی در حقیقت اهمیتش در چیه. خیلی عالی واقعا، چون خودشناسی در اصل شخصیت ما رو تبلور میده و میتونیم به این برسیم که این شخصیتی که الان ما هستیم از کجا نشأت میگیره و چه تغییرهایی میتونیم توش انجام بدیم. بله، خدمتتون عرض کنم که درست گفتید. خودشناسی، اگر برگردیم به اول بحث که من خدمتتون گفتم، خودشناسی عبارت است از تلاش ما برای پیدا کردن مفهوم زندگی، برای پیدا کردن درست و نادرست، غلط و صحیح، ارزشمند و غیر ارزشمند، که اینا سوالات فلسفی محسوب میشه عمدتا. این اگر ما اینو در نظر بگیریم که خودشناسی چنین تعریفی داره، معنیش اینه که خودشناسی میتونه به ما کمک کنه که این ارزش هایی رو که درش گیر کردیم و اصلا نمیدونیم کدوم درسته و کدوم غلطه، رنج ما هم از همینجا ناشی میشه، اینها رو برای خودمون باز تعریف بکنیم، این گره ها رو دونه به دونه باز بکنیم و بعد کشف کنیم برای خودمون که چی درسته چی غلطه واقعا. دنبال علتش در اثبات باشیم، دنبال علت و ریشه و تعریف مفاهیم مهمی که زندگی ما رو داره میچرخونه که بتونیم راه حلی براش پیدا کنیم. دقیقاً. وقتی که شما دونه به دونه اینها رو، گره ها رو برای خودتون باز بکنید، کم کم به استقلال فکری میرسید، به استقلال درونی میرسید و در نتیجه وابستگی شما به محیط کم میشه، هم وابستگی عاطفی هم وابستگی فکری. شما به میزانی که استقلال فکری میرسید به اطمینان میرسید، و به میزانی که به اطمینان میرسید وجودتون از تزلزل و تردید و رنجهای توأم با اون خلاص میشه و به شادمانی رو میاره. البته این بحث خیلی گسترده است، ولی من فعلا در حد این که بگم که چرا خودشناسی اهمیت داره فقط خواستم اینو خلاصه بدیم. خب بینندگان عزیز، برگشتیم در حضور آقای ساسان حبیبند هستیم با ادامه سوال ها. یه سوال دیگه که خیلی از دوستان میپرسن اینه که چطوری میتونن کتاب ها رو تهیه کنن؟ بله، سوال خوب پرسیدین. عرض کنم که به دو روش میشه کتاب ها رو تهیه کرد.
یکی کسانی که مخصوصا کسانی که در استرالیا هستن، راه نزدیک هستن، میتونن با خود من تماس بگیرن. نسخه های موجود هست که میتونیم خدمتشون بدیم و از طریق فیسبوک من، از طریق ایمیل من که فیسبوک هم همون ساسان حبیبوند هست به انگلیسی و ایمیل من هست sasan.habibwand@yahoo.com میتونن تماس بگیرن که نسخه برشون ارسال بشه. همینطور خوشبختانه کتاب ها رو روی سایت آمازون گذاشتیم اخیراً و دوستان میتونن از کتاب از طریق www.amazon.com سرچ بکنن، آمازون بوکس در حقیقت، برن تو بخش بوک و اسم کتاب رو بزنن، بندباز، لطف کنن به انگلیسی بزنن برای که اینجا فارسی نداره، بندباز با همون حروف انگلیسی بنویسن، بندباز ساسان حبیب مخزن اگه بنویسن مشخصه و آمازون همونجا میتونن کتاب رو سفارش بدن یا از رنج داره هایی هم همینطور هر کدوم رو خواستن. مخصوصا گزینه دوم برای دوستانی که خارج از استرالیا هستن، حالا آمریکا یا هر جای دیگه، این گزینه خیلی بهتره و راحت تر میتونن تهیه کنن. یکی دیگه این که خب خیلی اصلا کتابو میخونن براشون سوالهای طبعا پیش میاد و دوستان رو با شما در میون بزن، اونا چه جوری میتونن با شما در ارتباط بشن خوانندگان کتاب ها؟ بله، بازم همونطور که عرض کردم از طریق فیسبوک من که اسمشم روی، یعنی همون چیزی که روی کتاب نوشته دقیقاً فیسبوک من هست، ساسان حبیب‌وند، میتونن مطرح بفرمان. اگر دوست دارن از طریق مسنجر فیسبوک، حالا مثلا خصوصی تر باشه، هر جور که دوست دارن میتونن پیام بدن و میتونن حتی شماره تلفن من هست توی فیسبوک میتونن تماس بگیرن و همینطور میتونن ایمیل بزنن sasan.habibwand@yahoo.com. من خیلی خوشحال میشم که سوال مطرح بشه و با کمال میل استقبال میکنم. نیاز دارم در حقیقت به سوالات و حتی انتقادات دوستان. بسیار عالی. جناب آقای ساسان حبیب‌وند، چه فعالیت های دیگه شما دست دارید به جز نوشتن کتاب و پژوهش؟ بله، عرض کردم که من چون معلم زبان هستم، تدریس زبان میکنم، زبان انگلیسی در همین سطوح درس میدم و فعالیت دیگه اگه منظورتون در زمینه خودشناسی هست، ما یک دوره خودشناسی گذاشتیم، کلاس های خودشناسی گذاشتیم، یک دوره داشتیم، اون دوره تموم شد نزدیک به یک ماه قبل از ژانویه. چند جلسه هستیم؟ دوره قبلیمون 10 جلسه بود، دوستان خیلی استقبال کردن و الان میخوام دوره دوم رو شروع کنیم. هفته آینده دوره دوم رو استارت میزنیم و دوره در سیدنی هستش. بله، در سیدنی هست. بله بله. و 10 جلسه در سالن همایش کتابخانه ایرانیان، هم خانه همیار در حقیقت برگزار میشه. من تو فیسبوک همونجا اعلام کردم، اگه دوستان بخوان میتونن تشریف بیارن. و این دوره خودشناسی، من می‌خواستم اینو بگم فراموش کردم، دفعه قبل که ما به اصطلاح برگزار کردیم خیلی استقبال خوبی بود و حالا نه از نظر کمیت خیلی تعداد زیاد نبود، ولی از نظر کیفیت کار بسیار عالی بود. یعنی حتی بعضی از دوستان اومده بودن میگفتن که تأثیرات خیلی بزرگی روی نگرش من گذاشته این کلاس، روی احساس من، روی روابط من گذاشته، نگاه همو تغییر داده و این واقعا برای من به قول انگلیسی ها رو بردی شما به هدفتون نزدیک شدید. بله بله، من واقعا لذت بردم از این چیز. خب برنامه داری که این کلاس ها رو، چون 100% من خودم یکی از افرادی هستم که واقعا لذت میبرم و در این همایش ها شرکت خواهم کرد، برنامه داری که در ملبورن، ویزبن یا شهرهای دیگه هم این سمینارها رو داشته باشین؟ عرض کنم خدمتتون که من راستش میخواید اینو بعد از شما بپرسم، به خاطر اینکه واقعیت این است که چون خب من سیدنی زندگی میکنم و خیلی با ملبورن دوستان رو نمیشناسم و آشنایی ندارم با کسانی که کار فرهنگی اینجا رو به عهده‌دارش هستن. اگر دوستان، چون خیلی برای من خیلی پیام اومده که چرا مثلا سیدنی دوره نمیذاره یا چرا بریزبن دوره نمیذاره یا آدلاید همینطور و اینکه سمینار چرا ندارین و به هر حال دوست داشتن که تو شهر خودشون هم باشه، که من حتما استقبال میکنم، اما این دوستان هستن که باید زحمت بکشن، زمینش رو فراهم کنن، حالا از نظر سالون و چیزهای دیگه، ولی من با کمال میل زمینه باشه، من حتما خدمتتون میام. بسیار. پس به امید این که یه برنامه خیلی سریعتر در ملبورن داشته باشین و از آموزش های شما همه ما بینندگانمون بهره مند بشیم. خب دوستان گرامی، به پایان قسمت 19 برنامه گفتگو رسیدیم. ادامه بحث رو در قسمت 20 در کنار شما خواهیم بود. روز و روزگارتون خوش.